بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. عزیزان بیننده در این برنامه یک خانومه که ظاهرا معلوم میشه که مسلمان نیست، از آقای نایک یک سوال بسیار عجیبی پرسان میکنه. میگم شما مسلمان ها که قدر میگین که دین ما دین انصاف است، دین صلح است و دین برابری است، بنابراین شما چرا چهار زن میگیرین؟ چرا یک زن نمیگیرین با همو زندگی بکنین؟ چرا عدل و انصاف در نظر نمیگیرین؟ باز میگین که دین ما دین انصاف است. دکتر صاحب ذاکر نایک یک جواب منطقی به این خانم داد که شاید آخر زندگی فراموشش نشه. در این راه بیش سیاه خود را سفید کردیم. اشهدو الله ویت آن هیز مبتلا به شرک هستم. در تاجیکستان بر سر I'm giving you a chance to speak, sister, speak. Are allowed to marry 4-5 times, I think. So I actually don't see any logic in this because I believe it's one man, one woman. That's the institution of marriage. So please clarify. Thank you. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که دین اسلام اولین دین است و قرآن مجید اولین کتابی است که مردها را تشویق میکنه که یک خانم بگیرد. یعنی اگر در تمام دین ها مشاهده بکنیم که دین هندویزم است، دین عیسویت است و میشکل ادیان مختلف است، اسلام یک گانه دینی است که مردها را تشویق میکنه که باید فقط یک زن بگیرند. دکتر صاحب ذاکر نایک از این خانم پرسان میکنه که اگر میگه اسکریپت هندویزم را بخونید، همو ویدا که کتاب مذهبی شان است، راماین که یک شخص بزرگی از لحاظ دین هندویزم است، میگه چند دانه خانم داشت، چند بار عروسی کرده بود. دختر خانم میگه بیشتر از یک خانم. آقای نایک میگه بله درست است، اما سه خانم داشت. میگه کریشیان شما چند دانه خانم داشت؟ دختر خانم با مذاق و خنده میگه که نامحدود، یعنی بیشتر از حد. باز میگه من معلومات دقیقی در این رابطه ندارم. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که شاید اسکریپت هندوها را خوانده باشی به خاطر که کتاب مذهبی خودتان است. دختر خانم میگه خواندیم، اما در مورد از این معلومات ندارم. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که 10 خانم نداشت، 100 خانم نداشت، 1000 خانم نداشت، بلکه 16000 خانم داشت. میگه وقتی کریشنای شما که در کتاب مذهبی شما ذکر است و شما هندو هستین که میتواند 16000 زن داشته باشد، پس چرا مسلمان نمیتواند فقط 4 دانه زن بگیرد؟ دکتر صاحب ذاکر نایک میگه اگر بیشتر مطالعه بکنید در یوشرو پرانا، یک شخص بزرگ مذهبی در اون کتاب ذکر شده که بیشتر از 4 زن داشت. میگه اگر به کریشن در بایبل مراجعه بکنی و بخوانی، اونا اجازه دادن که میتوانید هر قدر خانومی که بگیری اجازه داری. یعنی در اسلام فقط 4 خانم اجازه است، اما در بایبل و در هندویزم گفته که هر چقدر خانم میگیری میتوانی بگیری اجازه است. دکتر صاحب ذاکر نایک یک بار دیگر تکرار میکند به خاطر که خانم هندو بود و از دین هندویزم بود، میگه کتاب شما هندویزم میگه که هر قدر خانم میتوانید که بگیرید میتوانید که بگیرید، هیچ مشکلی نیست. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که این یک قوانینی از طرف دولت هندوستان وضع شده بود در سال 1954 که گفته بود هیچ مرد هندو نمیتواند که بیشتر از یک زن بگیرد، ولی هیچ وقت در ویدا در کتاب مذهبی شما نامده که باید یک مرد یک زن بگیرد. ویدا میگه مرد میتواند هر قدر خانومی که دلش خواست میتواند بگیرد. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه اگر نظر به قرآن مجید صحبت بکنیم، در قرآن مجید خداوند متعال ارشاد فرموده که یک مرد اگر میخواهد بیشتر از 2 یا 3 زن گرفته میتواند، یعنی میتواند تا 4 زن همزمان بگیرد، اما به صورتی که در بینشان انصاف را مراعات بکند. قرآن مجید به ما میفهماند که اگر دلت خواست یا به ذوق خودت خواستی که بیشتر از یک زن بگیری، مثلا 2 زن، 3 زن یا 4 زن میتونی بگیری، اما یکگانه شرطش این است که باید انصاف را در نظر بگیری، با هر 3 یا با هر 4ش یک رقم رویه بکنی و بسیار منصفانه با اونا برخورد بکنی. اگر نمیتونی که انصاف را برقرار بکنی، باید یک زن بگیری. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که بسیاری از کسایی که مسلمان نیستن این سوال را میکنن و همیشه ای به فکرشان است که باید مسلمان ها همیشه باید 4 زن بگیرد و این جبری است. و ذاکر نایک میگه که اگر یک شخص میخواهد که با خانم خود، یعنی همو یک زنی که دارد، با همو زندگی بکند، این جبری نیست و این فرض نیست در اسلام که باید بیشتر از 2 زن بگیرد یا بیشتر از 1 زن بگیرد. دکتر ذاکر نایک از این خانم پرسان میکند که آیا درمانده را میشناسی؟ یک شخص بسیار معروف مذهبی ایناست. دکتر خانم میگه بله. آقای نایک پرسان میکند که چند خانم داشت؟ میگه 2 زن. میگه مسلمان بود یا غیر مسلمان؟ خانم میگه که غیر مسلمان. به همین شکل آقای نایک چندین نام دیگر را از دین خودشان، از هندویزم میگیرد، کسای بسیار مشهور و کسایی که بس
بسیار نزد اینا محبوب هستند. میگه تمام اونا بیشتر از یک زن داشت. دکتر زاکر نایک میگه که درست است، فعلا قبول کردی. خانم میگه بله. خب میگه میایم ولی منطقی فکر میکنیم، منطقی صحبت میکنیم که چی باعث میشه که یک مرد بیشتر از یک خانم زن بگیرد. آقای نایک میگه که اگر از یک دکتری که در بخش اطفال کار بکند پرسان بکنی که بیشتر مرگ و میر از طفلهای ذکور است یا از طفلهای اوناست، دقیقاً که دکتر در پاسخ میگه که از طفلهای ذکور. و از دکتر ولادی و نسایی اگر پرسان کنی که آمار یک ماه گذشته که در این شفاخانه ولادت صورت گرفته بیشترش دختر بوده یا پسر، دقیقاً که میگه دختر. بنابراین آمار اطفال دختری که به دنیا میاد بیشتر از پسر است. به همین شکل مردها بیشتر در حادثات از بین میره، بیشتر در بخش نظامی که جنگ میکنن بیشتر از بین میرن. آقای نایک میگه که فعلا در تمام دنیا نسل دخترها، نسل خانمها بیشتر از مردها است. مثلا اگر کشور هندوستان را فکر بکنیم که در نفوذ در تمام جهان در رده‌بندی اول یا دوم قرار دارد، دیده میشه که تعداد خانمها، تعداد دختران نسبت به پسران و مردها بیشتر است. میگه تنها اگر شهر نیویورک امریکا را ما ببینیم، 1 میلیون دختر بیشتر از پسر اضافگی است. اگر تمام امریکا را ببینیم، 7.8 میلیون خانم بیشتر از مردها است. به همین شکل اگر جرمنی را ببینیم، 5 میلیون بیشتر از پسرهاست. به همین شکل اگر روسیه را ببینیم، 9 میلیون دختر یا خانم بیشتر از مرداست. آقای نایک میگه اگر فکر بکنیم که در تمام دنیا، در سراسر جهان چقدر خانم بیشتر از مردا باشد، این فقط خداوند متعال میفهمد بس. آقای نایک میگه در یک آمار نشان داده که در کشور آمریکا بیشتر از 8 میلیون خانم هستند که بدون شوهر یا هم بدون شریک زندگی هم تو ماندند. به همین شکل کشورهای مختلف هستند که خانم ها بدون شوهر ماندند، یعنی تعداد مردها کم است. در تمام کشور، در تمام جهان تعداد مردها نسبت به خانم ها کمتر است و امیلت است که اکثریت خانم ها بدون شوهر و بدون شریک زندگی باقی میمانند تا آخر عمر. آقای نایک از این خانم پرسان میکنه اگر خودت یک دختر باشی و در سنین 35 یا 40 سالگی رسیده باشی، بنوان موفق نشده باشی که شریک زندگی خود پیدا بکنی و هموطبانی خوبتر است، یا ای که با یک مردی که قبلا هم زن داشته باشد و از تو خواستگاری بکند و به تو وعده بدهد که ناانصافی نمیکنند در بین هر دویتان و صاف و صادق در بین هر دویتان انصاف و برابری را در نظر میگیرد، به نظرت بهتر از این نیست که تا آخر عمر هموتو تنابانی؟ دختر خانم میگه بله. آقای نایک میگه که بنابراین همین موضوع باعث میشه که تعداد خانمها بیشتر از مردها در جهان است و ایره تمام ادیان تشویق میکنه و پیشنهاد میکند که باید بیشتر از یک زن بگیرید. بدون دین اسلام، به خاطری که دین اسلام میگه اگر انصاف و برابری را در بین جهان فراهم کرده میتوانی، طبق میلت میتوانی بیشتر از 2 یا 3 زن بگیری، یعنی حتی میتوانی 4 زن بگیری، ولی اگر بالای خود اعتماد نداری که انصاف را در بین اونا برقرار بکنی، بنابراین لازم است که فقط یک زن بگیری بس. ظاهرا معلوم میشه که دختر خانم از جواب خود را گرفته و آقای نایک هم از این خانم پرسان میکنه که آیا قناعتت حاصل شد؟ این زن یک قسم شرمش میآید و چیز نمیگه، بنابراین همون جا میباشد که گپایشان تمام میشه. عزیزان بیننده، شما در این رابطه چی نظر دارید؟ حتما در قسمت کامنت بنویسید، ویدیوهای ما را لایک کنید و اگر تازه به کانال ما پیوستید کانال ما را سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، اوقات و لحظات همتان خوش. خداوند مهربان حافظ و نگهدار همه ما باشد.